سلام دوستای عزیزم، به کانال ژوپار فرانسه خوش اومدین. تو این جلسه قراره یه نکته مهم گرامری رو با همدیگه کار کنیم. با من همراه باشید. خب دوستای خوبم، همونطور که خدمتتون عرض کردم تو این جلسه قراره گرامر با هم کار کنیم. ساده ترین قاعده مقایسه کردن در زبان فرانسه رو قراره یاد بگیریم. برای بیان اینکه کسی کم و بیش از یک ویژگی برخوردار هستش، باید از فعل اتر یا همون بودن استفاده کنیم و یک صفت. مثلا وقتی یه چیزی گرونتر، زیباتر یا بزرگتر از چیز دیگه ای باشه، در حقیقت داریم کیفیت‌ها رو مقایسه می‌کنیم. کلمات زیبا، بزرگ، گران، کوچیک صفت‌هایی هستن که کیفیت رو توصیف می‌کنن. حالا فرمول این مقایسه کردن در زبان فرانسه به چه شکله؟ ما چند کلمه مقایسه‌ای داریم که اول اونا رو میاریم، بعد صفت رو میاریم و بعد هم از کو استفاده میکنیم. پلو یعنی بیشتر، یعنی اگر از اون صفت بیشتر داشته باشیم از پلو استفاده میکنیم. ما یعنی کمتر، یعنی اگر از اون صفت کمتر داشته باشه از این صفت استفاده میشه. و اوسی یعنی برابر، وقتی به میزان برابر از یک صفت رو داریم از این استفاده میکنیم. بعد از این کلمات مقایسه‌ای ما صفتمون رو میاریم و بعدش هم که. دقت کنین به این عبارات. plus cher que، plus cher que، گرونتر از. moins cher que، moins cher que، ارزونتر از. aussi cher que، aussi cher que، هم قیمت. بریم این عبارات رو توی مثال بررسی کنیم، ببینیم اصلا توی یک جمله به چه شکل کاربرد دارن. La cuisine est plus petite que le salon. La cuisine est plus petite que le salon. La cuisine est plus petite que le salon. آشپزخونه از سالن کوچیک‌تره. La cuisine. ببینید یک اسم فمینه. اول جمله‌مون اومده. ای که همون فعل اتخه به معنی بودن. پلو. پلو کلمه مقایسه ای ماست. یعنی چی؟ یعنی از این صفت ما بیشتر داریم. پوتیت به معنی کوچک. پس یعنی کوچیکتره. کو یعنی از. لو سالون یعنی پذیرایی. پس میشه چی؟ آشپزخونه. از. سالون کوچیکتره. دوستان دقت کنید. پوتیت صفت ما، با توجه به لا کوزین یعنی اسم فمینه ما اومده، به همین دلیل که فمینه به کار برده شده. بریم سراغ مثال بعدی. Ces sacs sont plus chers que des valises. Ces sacs sont plus chers que des valises. این کیف ها از چمدون ها گرونتر هستن. دوستان دقت کنید. Ces sacs. Sac اینجا اس جمع داره، یعنی جمع بسته شده. کیف ها. پس صفت اشارش هم به صورت جمع اومده. سه. سون فعل اتخ ما که اونم به صورت جمع اومده. پلو کلمه مقایسه ما یعنی بیشتر. شر یعنی گران. که از. دی ولیز چمدون ها. همطور که میبینید شر هم با تابعیت از سگ به صورت جمع اومده دوستان. مثال بعدی. Paul est moins riche que toi. Paul est moins riche que toi. Paul est moins riche que toi. Paul کمتر از تو پول داره. Paul که اسممونه. فعل اتر بودن. ما به معنی کمتر، یعنی کمتر از اون صفت داریم. ریش صفت پولدار بودن. که از. تو. دوستان دقت کنید. تو اینجا ضمیر تأکیدی ماست دوستان. وقتی در مقایسه میخوایم بین اشخاص مقایسه را انجام بدیم، بعد از که ما از ضمایر تأکیدی استفاده میکنیم دوستان. پول اما غیش که تو پول کمتر از تو پول داره. مثال بعدی. Je suis moins égoïste que lui. Je suis moins égoïste que lui. Je suis moins égoïste که لوی. من کمتر از اون آقا خودخواه هستم. Je suis. من هستم. ما یعنی کمتر از این صفتی که حالا بعدش میاد. Egoist. Egoist. به معنی خودخواه.
که از لوی ضمیر تأکیدی بعد از که توی مقایسه ها میاریمش به معنی اون آقا. من کمتر از اون آقا خودخواه هستم. پس دوستان به این نکته دقت کنید که بعد از که در مقایسه ما ضمایر تأکیدی رو میاریم وقتی میخوایم مقایسه‌مون بین اشخاص باشه. و مثال بعدی. Je suis aussi sérieux que toi. 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 من هم مثل شما جدی هستم. Je suis من هستم. Aussi هم اندازه برابر. یک کلمه مقایسه‌ای به معنی برابر. Sérieux جدی. Que toi. تو به معنی تو. ضمیر تأکیدی تو. من هم به اندازه شما جدی هستم. Tu n'es pas aussi gentil que moi. 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 تو مثل من خوب نیستی. تو همون تو. نه پا فعل منفی نیستی. اوسی برابر ژانتی خوب که ما به اندازه من خوب نیستی. خب دوستان پس متوجه شدید که کاربرد مقایسه و صفتهای مقایسه‌ای توی جمله به چه شکله. حالا یه نکته. هنگامی که بیشتر از یک صفت رو توی مقایسه به کار میبریم این کلمه مقایسه‌ای ما حالا پلو بود، ما بود یا اوسی بود رو قبل هر صفت باید تکرار کنیم به صورت جداگونه. به مثال لقت کنید. پیر اوسی انتلیجان اوسی شرمان که سون فرر. پیر اوسی انتلیجان اوسی شرمان که سون فرر. پیر اوسی انتلیجان اوسی شرمان که سون فرر. پیر اوسی انتلیجان اوسی شرمان son frère. Pierre est aussi intelligent et aussi charmant que son frère. Pierre به اندازه برادرش باهوش و جذابه. دوستان دقت کنید این aussi یعنی کلمه مقایسه ایمونو هم قبل صفت اول intelligent هم قبل از صفت دوم یعنی charmant به کار بردیم. مثال بعدی. Ma nouvelle veste est moins jolie et moins confortable que ma vieille veste. Ma nouvelle veste est moins jolie et moins confortable que ma vieille veste. Jaquette جدیدم به اندازه جاکت قدیمی زیبا و راحت نیست. Ma nouvelle veste, جاکت جدیدم. Et فعل être بودن. Moins jolie, کمتر زیبا. Et moins confortable, کمتر راحت. Que از ma vieille veste, جاکت قدیمی. دوستان دقت کردید ما کلمه مقایسه ما رو قبل از جولی یعنی صفت اول و قبل از confortable یعنی صفت دوم آوردیم به صورت جداگونه. حالا نوبت شماست. سه تا سوالم شما جواب بدید. من دو تا کلمه بهتون میدم شما اینا رو مقایسه کنید. کلماتی که میتونین مقایسه بکنید یعنی صفاتی که میتونین مقایسه رو انجام بدید ایناست. ماشق، پلوشق، اوسیشق یعنی ارزونتر، گرونتر و هم قیمت. حالا کلمات چیا هستن؟ دسته اول اونتله ان اوردیناتور. دسته دوم ا ساندویچ اون پیتزا. و دسته سوم انا پختومو اپاری و میزو انیویورک. شما با این کلمات مقایسه‌ای یعنی کلمات و صفت مقایسه‌ای شق باید بین این دوتا دسته مقایسه انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی بین تله و اردیناتور بگین کدوم گرونتره یا ارزونتره، یا ساندویچ و پیتزا، یا یه آپارتمان توی پاریس یا یه خونه توی نیویورک. من جوابا رو تو دیسکریپشن قرار میدم. حتما خودتون جداگونه بنویسید بعد برین چکش کنید. امیدوارم که این درسم براتون کاربردی و مفید بوده باشه دوستان. اگر از نحوه تدریس من خوشتون میاد لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره.
À bientôt, mes amis.